من زمانی که یک طفل نوجوان بودم به سویدن رفتم من فکر می کردم که حدود شش سال دارم به مکتب رفتم و خیلی سویدنی را آموختم من دوستان جدید داشتم و من واقعا در مکتب بسیار خوش بودم مثل یک طفل من می توانستم با هر کسی که می خواستم باشم من در دانشگاه حقوق با یک دختر آشنا شدم نام او سندرا بود هر دوی ما در لیلیا زندگی میکردیم در اوایل فقط دوست بودیم اما رابطه دوستانه ما بعدا به چیز دیگری تبدیل شد ما با هم یک زوج شدیم من او را دوست داشتم و در مورد آن به خانواده هم گفتم آنها به این امیدوار بودند که این موضوع ما را دچار مشکل نکند وقتی پسن بلوغ رسیدم اما چیز کرد من در مکتب عاشق پسری شدم در اوایل ما فقط دوست بودیم اما بعد از او احساس فوق به هم دیگر پیدا کردیم اما ما با هم اختلافات داشتیم او از یک فرهنگ متفاوت و مذهب متفاوت بود چیزی که والدین من نمی‌دانستند قبول کنند اما من او را دوست داشتم و با هم پنهانی ملاقات می کردیم. وقتی که سن 22 سالگی رسیدم والدین من می که باید ازدواج کنم. این زمان بود که باید رشد کنم و مسئولیت پذیر باشم. یک مرد باشم اما آنها نمی که من با دوست دختر خود ازدواج کنم. آنها همسر بهتر در ذهنشان برای من انتخاب کرده بودند. می که مطابق خواستان آنها عمل کنم. به نحوه فهمیدن. پدرم شد. مرا کوب کرد و گفت دیگر نمی خواهد که من با دوست پسرم ملاقات کنم. یک روز وقتی از مکتب به خانه آمدم. دهلیز پر از کفش بود. تمام اقوام من حاضر بودن و همشان خوش به نظر می رسیدن. اونا گفتند وقتش رسیده که لباس بخری. من نفهمیدم و پرسیدم. چرا؟ ما چی را تجلیل می کنیم؟ کاکایم گفت تو ازدواج می کنی. اما چیز از این بعد خوب خواد شد. این مرا بلرزه در آورد. من نمی خواستم که ازدواج کنم. مخصوصا با کسی که ارگز او را ندیدم. این زمانی بود که من در کردم که باید خانوادم را ترک کنم برای اینکه نجات یابم. یک روز در ماه مارچ پدرم با خوشحالی به من گفت دختر برای ازدواج با من پیدا کرده اند. یکی از بستگانه که قبلا اونجا زندگی میکردیم. شما مجبور نیستید که ازدواج کنید افراد جوان موظفند به خاطر داشته باشند فرق نمی کنند که چیزهای دشواری چیگونه است حالا شما باید هیچ وقت فراموش نکنید که این زندگی شما است ما در مورد اینکه مجبور به زندگی کردن با کسی می شوی که برای ادامه زندگی او را انتخاب نکرده ای حرف می زنیم او و این چی نوع زندگی است افراد جوان باید بدانند که آنها حقوق زیادی دارند آنها نباید به صورت اجباری ازدواج کنند شما تمام عق در جهان دارید که آموزش ببینید برای مدت کار کنید مانند سایر جوانان باشید اینها حقوقی هستند که تمام افراد جوان در سویدن دارند حکومت این را واضح ساخته که ازدواج اجباری غیر قانونی است و این که طفلت را مجبور به ازدواج کنید از نظر قانون قابل پیگرد است یا حتی اگر برای انجام آن برنامه ریزی کنید این به این معنی است که از یک حقوق اساسی تان محروم شده باشید حتی اگر کسی را که می خواهید او را دوست داشته باشید و با کسی باشید که او را می خواهید شما باید بدانید که تنها نیستید در اطراف شما کسانند در مکتب خدمات اجتماعی پلیس کسانی که برای کمک کردن با شما آماده هستند اما شما باید تمایل به با گفتن این که با چی مواجه هستید را داشته باشید تا مردم بداند اگر شما این کار را انجام دهید جامعه با شما خواهد بود من تعهد می کنم که مردم هر آنچه که در توانشان باشد انجام می دهد سویدن از تاریخ اول جولای 2014 قانون جدید را وضع کرده است که ازدواج های اجباری را ممنوع قرار داده است. این شامل تحریم ازدواج می شود که خلاف میل آنها صورت می گیرد. انجام این کار و این که کسی را بیرون از کشور برای ازدواج ببرد در سویدن غیر قانونی پنداشته می شود. این همچنان غیر قانونی پنداشته می شود که کسی را فریب داده و مقصد ازدواج اجباری به سفر ببرید. این یک جرم است که یک ازدواج عین اجباری را اولویت می دهد. کسی شاید نزد ما مراجعه کند و مشکوک باشد که آنها در سفر به وطنشان مورد فریب قرار گرفته اند. تا آنجا که مجبورشان کند ازدواج بکنند با سادگی تلاش به فریب دادن کسی برای سفر به کشور دیگر به این مقصد از نگاه قانون قابل کیفر است ما در مورد دو نوع جرم و متفاوت حرف می زنیم اول جرم که قبل از ازدواج صورت گرفته باشد و دوم آن که بعد از ازدواج قانون جدید علیه ازدواج اجباری پیام واضی برای تمام اطفال و افراد جوان است که آنان حق این را دارند که با کسی ازدواج کنند که آن را میخواهند این قانون نه تنها این را غیر قانونی ساخته که کسی را به زور مجبور به ازدواج بسازی بلکه هم در سویدن هم در سایر کشورها مجبور ساختن کسی به ازدواج سوری را نیز غیر قانونی دانند. این قانون همچنان این که برای عروسی کردن کسی آمادگی بگیرد یا او نمیخواهد ازدواج کنند را خلاف قانون می پندارند. اجازه ویژه بدفال برای ازدواج بیش از این داده نمی شود و قوانین در مورد برسمیت شناسی ازدواج های خارجی آلا سخت گیرتر شده است مجبور ساختن کسی به ازدواج اجباری به چل سال زندانی شدن می انجامد. البته در مورد نوجوانان به دلیل اینکه قربانیا در یک موقعیت ضعیفتر قرار دارند مکتب مکانی است که شما خود را در امن احساس کنید در مکتب شما باید از فشارهای بیرونی آزاد باشید کارکنان مکتب موظفند که تا به شما کمک کنند مکتب همچنان باید شما را از حقوقتان آگاه بسازد تعداد زیاد مردم در یک مکتب کار می کنند شما نگهبان، کارکنان خدماتی، مدیران، استادان و مشاورین دارید. مشاور در مورد این موضوعات بیشتر آگاه است. به همین منظور نصیحت اساسی من به شما این است که با مشاورتان صحبت کنید. بعضی از دانش آموزان برای انجام این راحت نیستند. شاید افراد دیگری هم وجود داشته باشد که شما با آنها اعتماد کرده بتوانید. مانند نگهبان و یا استاد. صحبت را با کسی که بالش اعتماد دارید شروع کنید و آن شخص شما را در پیش برد کارهایتان کمک خواهد کرد. یک مشاور به شما گوش می دهد و به شما کمک می کند یا در کنار شما خواهد بود. آنها می توانند با استادان شما صحبت کنند و مشوره های را که چی گونه با موضوعات که سازگار باشید را به شما ارائه خواهد کرد. یک مشاور همچنان شما را برای بدست آوردن کمک از خدمات اجتماعی، کلینیک جوانان، پرستارهای مکتب، استادها و بیشتر از آنها کمک می کنند. اگر شما قبلا در کشور دیگر اجبار ازدواج کرده باشید این همچنان در سویدن یک جرم پنداشته می شود ما می در مورد این جرم که حتی اگر در کشور دیگر اتفاق افتاده باشد در سویدن تحقیقات کنیم و ما اطمینان داده می توانیم که کسی با شما این کار را انجام داده باشد مورد مجازات قرار میگیرد. گیرد پلیس می تواند فرق ایجاد کند شما باید با ما مراجعه کنید ما می توانیم شما را از خانواده تان که می خواهد شما را به کشور دیگر ببرد محافظت کنیم ما با خانواده شما صحبت خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق نمی افتد اما شما باید با پلیس مکتبتان و یا خدمات اجتماعی صحبت کنید دروازه ما همیشه برای شما برای صحبت کردن باز است و ما با گپ های شما گوش خواهیم داد و بر بنیاد داستانتان اقدامات درست را رو روی دست خواهیم گرفت شما نباید از تماس گرفتن با پلیس متردد شوید ما همیشه در اینجا در خدمت شما هستیم در صورتی که کدام مشکل داشته باشید یا اگر مشکوک می شوید که شما به کشور دیگری برده می شوید باید با ما صحبت کنید خدمات اجتماعی نماندی اساس دولت است که می توانند افراد جوان را در موقع مشکل کمک کنند. خدمات اجتماعی می توانند شما را کمک کنند تا به جای دیگری بروید. از سوی بزرگان حمایت شوید و به مکتب بروید. کارآموزی یا چیز دیگری را به دست بیاورید. خدمات اجتماعی نماینده اساس دولت است که می تواند افراد جوان را در موقع مشکل کمک کنند خدمات اجتماعی می تواند شما را کمک کنند تا به جای دیگر بروید از سوی بزرگان حمایت شوید و به مکتب بروید کارآموزی یا چیز دیگری را به دست بیاورید خدمات اجتماعی در مورد این موضوعات می دانند و با بسیاری از جوانان در چنین شرایط سر و کار داشته است مهم این است که افراد جوان احساس داشته باشند که با مسئولان درست تماس گرفته بتوانند و بدانند که خدمات اجتماعی برای محافظت آنان کمک خواهد کرد. عشق بخش مهمی از زندگی است و پسران و دختران جوان باید بدانند که عق عاشق شدن به هم دیگر را دارند و چیزهای متفاوت را امتحان کنند. ازدواج یک امر بزرگ است و شما نباید مجبور به ازدواج کردن باشید. اگر شما یک شخص جوان هستید و در وضعیت گیر مانده اید که خانواده ایتان کسی را برای ازدواج با شما انتخاب کردند شما باید جرت این را داشته باشید که کمک بخواید ما می توانیم شما را کمک کنیم و صدها زن و مرد کمک شدند و حالا شرایطشان بسیار بهتر شده است هر شخص هر فرد آزادانه حق این را که با کی ازدواج کند دارد شما می توانید این را در قانون سویدن در اعلامیه بین المللی حقوق بشر و در کنوانسین و حقوق اطفال پیدا کنید. این در تمام قوانین موجود است. شما هر آن حقی را دارید که انتخاب کنید تا باکی زندگی کنید. مددکار اجتماعی ما شما را در این زمینه آگاهی می دهد. خوشبختانه من در مکتب کمک به دست آوردم من به استادم گفتم که چی رخ داده است این که والدین من تصمیم گرفته بودند که مرا به کشور سابقم برای ازدواج ببرند او با خدمات اجتماعی صحبت کرد و ملاقات را با خانواده هم به مکتب ترتیب داد و از من خواست تا همه چیز را بیان کنم خدمات اجتماعی گفت که آنان مرا کمک می کنند تنها برادرم من را حمایت خواهد کرد او این کار را محرمانه انجام داد او یک سال پیش با دختر که خانواده ام از کشور سابق ما انتخاب کرده بود ازدواج کرد او میدانست که من در چی وضعیت قرار دارم او مرا تشویق کرد تا در مورد آن چی که به واقعیت میخواهم انجام ده هم فکر کنم به دلیل حمایت برادرم سرانجام جرات تماس گرفتن با خدمات اجتماعی را پیدا کردم من خوشبخت بودم یک کارمند اجتماعی برایم استخدام شد کسی که وضعیتم را درک میکرد ما بسیار صحبت کردیم و او خانم مرا کمک کرد تا به یک شهر دیگر دورتر از خانواده ام بروم. جایی است که من حالا با سندرا زندگی می کنم. من حالا وظیفه ای را دارم که دوست دارم. من یک دوست پسر عالی دارم و من از اینکه زندگی را که برای خودم می خواستم انتخاب کردم بسیار خوش هستم. من آرزو دارم کسانی که مثل من در چنین شرایط قرار می گیرند چیز را انتخاب کنند که آن را می خواهند.